با سلام گرم و صمیمانه، سهیلا دانا هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. حکومت اسلامی اعدام را به عنوان اصلی ترین سلاح برای ایجاد وحشت، رو و خاموش کردن صدای مخالفین و معترضین استفاده کرده و این ماشین اعدام به طرز وحشتناکی افزایش یافته و روزی نیست که ما با اعدام چندین نفر روبرو نشید و تمام این احکام اعدام در دادگاه فرمایشی حکومت اسلامی با جرم ساختگی و بدون حضور حتی وکلای انتخاب شده از طرف محکومین صادر میشه. بر اساس گزارشات سال 2023 800 نفر اعدام شدن که این قتل عمد حکومتی با موجی از اعتراضات علیه اعدام در سراسر جهان مواجه شده. خانواده و همه فعالین با حضورشون در مقابل زندان ها و یا با انتشار بیانیه ها خواستار لغو احکام اعدام شدن. مادران و خانواده های پژمان فاتحی و فازربار، محمد فرامرزی و محسن مظلوم، چهار فعال سیاسی که در تیرماه 1401 در اطراف ارومیه بازداشت شدند و تحت فشار و شکنجه و اعترافات اجباری دستگاه قضایی سرکوبگر جمهوری اسلامی دست رژیم چوبه های دار اونها رو به اعدام محکوم کرده و این خانواده در مقابل زندان اورومیه دست به تجمع زدن. یک هفته کاردار جهانی از 13 تا 22 ژانویه با حمایت 91 نهاد و تشکل سازمان و بیش از 700 نفر علیه اعدام شروع به فعالیت کردند و روز 20 ژانویه مردم در 41 شهر در 15 کشور اعتراض خودشون رو برگزار کردن برای نجات جان انسان ها، برای نجات جان زندانیانی که زیر حکم اعدام هستن، از جمله وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، رضا رسایی، مجاهد کورکور، کامران شیخه، انور خزری، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی، فرشید زهی، منصور دهمرده، علی مجدد، محمد رضا مقدم، محمد معین خنفری، حبیب دریس، ساله موسوی، عدنان موسوی، جمشید شارمت، احمد رضا جلالی و ده ها زندانی زیر حکم اعدام. و همچنین در کنار این کارزار جهانی کمپینی برای نجات چهار زندانی که خانوادهشون در مقابل زندان دست به اعتراض زده بودند اعلام کردم. با اردلان فرجی سخنگوی کمپین نه به سناریو سازی مهمان ما هستن. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. چقدر برگزاری این فراخوان های جهانی و کمپین ها میتونه تاثیر داشته باشه برای لغو احکام اعدام؟ بسیار سپاس. با سلام خدمت شما و خسته نباشید، خدمت شما و همکارانتون و همچنین سلام دارم خدمت بینندگاتون. اینم عرض بکنم، یک چند دقیقه به من اجازه بدید یه بکروندی از پروسه لغو اعدام در دنیا رو خدمت رو عرض کنم. در چون به دلیل تجربیات بشر در دوران قرون وسطا که مسئله برگشت ناپذیری حکم اعدام که میتونه جان انسانهای خیلی بیگناهی رو که بر اساس همیشه میشه در محاسبات اشتباه کرد، حالا واسه اون کسایی که اون داتا ها رو دارن، در 300 سال 100 سال گذشته که برعکس دوران قرون وسطا که حاکمان و حکمران ها و دولت ها بیشتر مقید بودن به اجرای قوانین الهی، بشر و انسان به یه مرحله از شعور و خرد و عقل رسید که بسیاری از این احکام برگشت ناپذیر هستن. برای همین جایگزین این احکام الهی، احکام مدنی، احکامی که بود یعنی بر اساس عقل و خرد و انسان قوانین رو نوشتن که جامعه رو مدیریت بکنن و حکم اعدام هم یکی از اون احکامی بود که در پروسه پختگی انسان و خردگرایی و عقلگرایی انسان ها به این نتیجه رسیدن به دلیل برگشت ناپذیر این حکم میتونه انسان های بیگناه کشته بشن. این فقط مربوط به کسایی که عقاید مختلف مخالف سیاسی دارن نیست، تنها یعنی برای اون کسایی هم که جرمهای اجتماعی مرتکب میشن همیشه این امکان وجود داره که اشتباه بشه. برای همین بشر در طی 300 سال 100 سال گذشته تلاش کرده قوانین عقلانی و خردمندانه ای رو بر اساس ظرف زمان و مکان خودش برای مدیریت جامعه ارائه بده.
در 100-150 سال گذشته بیشتر کشورهای دنیا قوانین جدیدی رو که عرض کردم حاصل خرد انسان بوده و یا مدیریت جامعه خودشون به کار گرفتن و در 100-150 سال گذشته بسیاری از کشورها حکم اعدام رو از قوانین جزایی و قوانین اساسیشون کنار گذاشتن. هستن کشورهایی که حکم اعدام رو هنوز در قانون دارن ولی هیچ وقت اجراش نکرد و به ویژه تر بعد از سال 1945 که منشور یا اعلامی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد که اصل بر حفظ جان انسان ها بوده و حیات انسان ها بوده، بیشتر این مسئله نمود پیدا کرده. اما در ایران زیر سلطه جمهوری اسلامی که خودش رو یک حکومت دینی و الهی اعلام میکنه، با استفاده از این حکم دینی در یک مرحله ای از تاریخ، ما در سال 2024 داریم زندگی میکنیم، ولی هنوز اون عقیده داره که باید جامعه رو بر اساس قوانین 1400 سال پیش مدیریت کرد. و علارغم این که جزء امضا کننده کشورهای جهان است که اعلامی حقوق بشر رو امضا کرده، ولی این بند رو در قانون اساسی کماکان داره و اون رو خیلی به شدت، همونجور که در مقدمه شما بود، خیلی به شدت داره اجرا میکنه. یعنی کشتن 700-800 نفر در مدت یک سال که همشون، یعنی چون در نهایت قانون دست حکومت است، کشتن یا حکم اعدام قتل عمد حکومت علیه شهروندهای خودشه دیگه. و اما کارزار یا کمپین مبارزه علیه اعدام در راستای تنویر افکار عمومی دنیا، اون بخش از دنیا که متمدن شده، که عدالت محورتر، انسانی تره، به نظر من خیلی نقش داره در این که از بیرون به جمهوری اسلامی فشار بیاره. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی مستفید هست این نفع از روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی با دنیا. برای همین در وهله اول همراه کردن افکار عمومی مردم دنیا و به ویژه اروپا و کشورهایی که درشون حکم اعدام وجود نداره، و در قدم بعدی همراه کردن مراکز قدرت، سیاست و پول، به نظر من میتونه اهرم خیلی مؤثری باشه در این که جمهوری اسلامی رو ناچار بکنه که این قانون رو از قوانین جزایی و قانون اساسی خودش کنار بذاره. به همین دلیل تلاش و مبارزه برای لغو حکم اعدام در ایران هدف مشروعی است، راه درستی است، و فقط این لازمش همبستگی و استقامت و استمرار بیشتر مردم و به ویژه آزادی خواهان و عدالت خواهان است که بتونن اونو به نتیجه برسونن. من خیلی این رو به یک به فال نیک میگیرم، این گزارشی رو که شما فرمودید که در بیش از 15 کشور و 10 شهر در سراسر دنیا این کارزار برگزار شده و این بیشتر و بیشتر افکار عمومی جهان رو از وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع میکنه و به نظر من تلاش قابل ستایش و قابل تقدیری است. بله، سوال پیش میاد، خب این در سطح جهانی مردم در داخل چجوری میتونن کمک کنن به خانواده ها که مانع اجرای احکام اعدام عزیزانشون بشن؟ جامعه ایران به نظر من از حداقل 100-150 سال گذشته به دو طیف تقسیم میشه، یه طیف سنتی، یه طیفی هم مدرن و مترقی خواست. شما در دو حکومت جمهوری اسلامی و پادشاهی میبینید که حکومت ها، هر دو حکومت پادشاهی و اسلامی، در بالانس کردن رفتار با جامعه ناموفق بودند. در دوران شاه بیشتر اون جمعیت از جامعه ایران رو شهروند خودش حساب میکرد که مدرن بود. به اصطلاح حالا اون پروسه های تاریخش رو نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی بیشتر رژیم پهلوی خودش رو رژیم اون طیف از جامعه ایران معرفی میکرد یا میدونست و خدمات کشوری بهش ارائه میداد که خودش رو مدرن میدونست. با اون بخش سنتیش رو نادیده گرفت و در نهایت همون بخش سنتیش کله پاش کرد. و البته این وارد جزئیاتش نمیشم، اما در دوران جمهوری اسلامی حکومت مال کسایی بود که سنتی بودن و ترد کرده اون کسایی رو که مدرن هستن و خواهان قوانین مدرن و مترقی خواهی در دنیا هست. و ما
متاسفانه در مرحله از تاریخ قرار داریم که جمهوری اسلامی با در دست داشتن تمام ابزارهای حکمرانی فضا رو بسته و بسته تر کرد. و در این فاصله میزان افرادی از جامعه ایران که طرفدار جا افتادن قوانین مدرن و انسانی در ایران هستند خیلی بیشتر از دوران 30 سال 50 سال پیش است. برای همین مردمی که در داخل ایران هستند نقش اصلی رو در تعیین احکامی رو که حکومت رو ناچار میکنه از اونها از مردم بپذیره. برای همین مردم هم یعنی مردم و جامعه مدنی در ایران وظیفه‌شون عدم بی‌تفاوتی به نسبت مردمان دوروبر خودشون، حمایت جامعه مدنی و مردم ایران که من خیلی خوشبینم حداقل در این چند روز گذشته من شاهد همبستگی نهادها و مؤسسات خیلی متنوعی از خانواده این زندانیان سیاسی، این خانواده هایی هستن که فرزنداشون زیر حکم اعدام هستن، حالا چه سیاسی باشه چه غیر سیاسی، ولی و این خیلی امید بخشه. برای همین من نمیخوام اینجا یه نسخه ای بپیچم که به چه طریقی مردم و جامعه مدنی میتونن کمک بکنن، چون همیشه این سوء تعبیر وجود داره که بعضیا در خارج نشستن دارن نسخه میپیچن، ولی من مطمئنم کسایی که در ایران حضور دارن زندگی میکنن اگه اراده ای برای همراهی و پشتیبانی از خانواده زندانیان سیاسی داشته باشن حتما فرم و فانکشن و مکانیزمش رو پیدا میکنن. ولی آگاه کردن مردم ایران در این که بی تفاوت نباشن به نسبت کسای خانواده هایی که امروز فرزندانشون زیر حکم اعدامه و متاسفانه در جمهوری اسلامی مسئله گناهکار بودن یا نبودن نیست، هر روزی این قرعه میتونه به اسم یک کسی باشه، اصلا جمهوری اسلامی برای تنابه دارش دنبال گردن میگیره، این نیست که بر اساس یک پروسه دادکاهی با همون پروسه که شما فرمودید دموکراتیک باشه و حق وکیل داشته باشه خانوادش رو ببینه مدارک که درست داره، اصلا این نیست. جمهوری اسلامی هر کسی رو که میخواد میتونه بگیره و زیر شکنجه و فشار یه اعترافاتی ازش بگیره، همون اعترافات رو مبنای حکمی بده بذاره که میخواد بهش بده. برای همین بی تفاوت نبودن جامعه مدنی و مردم ایران به نسبت همسایش که فرزندش زیر حکم اعدامه، این ابتدا از همه این اراده باید وجود داشته باشه. حالا میتونن در همراهی خانواده ها به جلوی زندان یا همین آگاهگری در رسانه ها و محکوم کردن و انزجار از این حکم به نظر من خیلی عامل بازدارنده ای میتونه باشه در برابر جمهوری اسلامی. یادمون باشه، من زیاد صحبت نکنم وقتتون رو نگیرم، بله، اسلامی در یک موقعیتی نیست که بخواد که بتونه اون قهقرای سال 67 اون دهه اول جمهوری اسلامی رو دوباره برگردونه. ما شاهد انقلاب شکوهمند زن زندگی آزادی بودیم. جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوران زندگی خودش در حیات خودش قرار داره. برای همین همبستگی بین مردم و پشتیبانی و حمایت جامعه مدنی و مردم ایران از قربانیان جمهوری اسلامی عامل خیلی بازدارنده است در این که جمهوری اسلامی جسارت نکنه که به جون این زندانی ها تعرض بکنه. خیلی کوتاه سوال بعدی رو میپرسم، ولی خیلی کوتاه اگه لطف کنی به خاطر وقت برنامه توضیح بدین. به عنوان فعال سیاسی، به عنوان که شما سخنگوی کمپین هستین علیه سناریو سازی، خواست شما از مردم به طور کلی و به خصوص مردم در شهرهای مختلف کردستان برای پیش بردن جنبش علیه اعدام و جلوگیری از این اعدام ها چی هستش؟ در وهله اول باید عرض بکنم که این 4 تا جوان پیشمرگ بودن، فعال سیاسی بودن، مبارز بودن و برای این مردم و آزادی ها و حقوقشون مبارز، راه مبارزه و فعالیت سیاسی رو شروع کردن. به نظر من جا داره که مردم کردستان فرزندای خودش رو فراموش نکنه. اون روزی که این جوان ها با اراده خودشون بدون هیچ فشاری راه مبارزه رو برای مردمشون در پیش گرفتن و پیشمرگ شدن، به نظر من جا داره مردم هم در پاس این اراده جووناش فرزندانش رو فراموش نکنه. این یک مسئله. و در مرحله دوم به نظر من این
همبستگی که در بین مردم کردستان هست با حمایت بیشتر از خانواده هاشون، از کسایی که به لحاظ قانونی عرض میکنن میتونن برن جلوی زندان ها، جلوی دادگاه ها، جلوی دادگاه انقلاب یا هر جای دیگه ازشون حمایت بشه و بهشون روحیه داده بشه و اونا و این احساس همبستگی به اونا داده بشه، به نظر من خیلی عامل مهمی خواهد بود. من همیشه حرفم این بوده که من تنها عاملی که ما تا امروز شنونده خبر اعدام این عزیزان نبودیم، تنها حضور مردم در صحنه بوده، اون احساس بی‌تفاوتی به نسبت فرزندهای خودشون، این باعث شده که جمهوری اسلامی بترسه از اینکه وارد یک عمل برای گلبوگویی بشه و زود کاری رو انجام بده، خیلی سبک سنگی میکنه، ولی عامل وجود مردم در صحنه و در حمایت و پشتیبانی از خانواده هاشون عاملیه که امروز ما شاهد شنونده خبر اعدام این عزیزان نبودیم. برای همین این راهی رو که مردم در همبسته بودن و پشتیبانی از خانواده هاشون دارن به نظر من راه درستی است و من از تمام مردم کردستان درخواست دارم که حامی و پشتیبان خانواده های این عزیزان باشه. با تشکر از شما، به امید روزی که تمام عزیزان بدون هیچ قید شرطی آزاد بشن و شاهد لغو و محو حکم اعدام به عنوان یک جنایت علیه بشریت باشیم. به امید اون روز. در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام، بیانیه توسط کمیته آزادی زندانیان سیاسی اعلام شد که 36 تشکل از کشورهای مختلف این بیانیه را امضا کردند. امروز با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته آزادی زندانیان سیاسی همراه میشیم تا بیشتر از جزئیات این بیانیه بشنویم. خیلی خوش اومدیم به برنامه. جزئیات و اهمیت این بیانیه چی هستش؟ سلام میکنم خدمتتون. بله، همونطور که میدونیم از 13 تا 20 ژانویه هفته جهانی کارزار علیه اعدام بوده که در اشکال مختلف کمیته زندانیان سیاسی که یکی از فراخواندهندگان این روز هم بود شرکت کرده. یکی از ابتکار عملایی که کمیته به خرج داده این که یک بیانیه رو با متنی به دولت‌ها و سازمان‌های جهانی در لغو حکم اعدام قرار داده و این رو 36 تشکل از تشکل‌های ایرانی و غیر ایرانی امضا کردند که در اون مشخصاً اشاره شده به میزان اعدام‌ها که در سال 2023 به طور مشخص حداقل 800 نفر اعدام شدند و این یک در واقع افزایش 30% رو نسبت به سال قبل نشان میده و در این حال این رو اشاره کردیم که واقعیت اینه که در حالی که جنگ بین دولت اسرائیل و حماس در جریانه و همه دنیا تمرکزشون روی این مسئله هستش، جمهوری اسلامی عملاً از این موقعیت استفاده میکنه و اعدام ها رو افزایش داده و به کیس مشخص در واقع مجاهد کورکور که خیلی کیس واقعا مشخصی هست از اون نظر که کسی که جمهوری اسلامی میگه به قتل رسونده، مجاهد اون رو به قتل رسونده، یعنی کیان پیرفلک، پدر کیان، مادر کیان بارها گفتن که مجاهد به هیچ عنوان این کار رو نکرده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودن و این در واقع بیانیه در ادامه کارها و در واقع ابتکارات کمیته زندانیان سیاسی برای مبارزه علیه اعدام بوده. خب سوال پیش میاد که چرا این بیانیه به طرف فقط دولت‌های سازمان‌های جهانی هستش و به طور عموم مردم نمیتونن مثلا بیان پایین بیانیه رو امضا کنن؟ خب مردم هم میتونن، ولی ببینین واقعا اعدام ها اینقدر ضرب العجلی هستش و اینقدر هر روزه داره اتفاق میفته، ما فکر کردیم مهم هستش که سریعا یک بیانیه به امضای تشکل ها برسه، اونم به این دلیل که بالاخره هر تشکلی مانور ویژه‌ای داره، در واقع به یه معنی میتونه به شبکه خودش مراجعه بکنه و از اون طریق
بتونه یه حالت نیروهایی رو سازمان بده و به همین دلیل ما این نامه رو مشخصا از طرف تشکلهای مدافع آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام امضا کردن و این رو به دولت‌ها و سازمان‌های جهانی فرستادیم، چرا که معتقدیم دولت‌ها و سازمان‌های جهانیشون مثل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا به سادگی میتونن جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن اگر بخوان، به این معنی که میتونن مذاکراتشون رو به این معنی متوقف کنن با جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذارن، میتونن سفیرانشون رو از ایران فرا بخونن، میتونن جمهوری اسلامی رو از سازمانهای جهانی به معنی اخراج بکنن، ولی این کارو نمیکنن. یعنی این فشار از این جنبه است که به معنی این دولت‌ها باید این کارو بکنن و در این حال ما این نامه رو به مردم در سراسر دنیا فرستادیم، این نامه رو به دولت‌ها، سازمان ملل و غیره ارسال کردیم و در این حال این رو فرستادیم به مردم و از مردم خواستیم که از طریق نمایندگان پارلمانشون، وزارت خارجه کشورشون به اونها فشار بیارن. به نظر ما این ابزار مهمی هستش که بتونه جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی تحت فشار بذاره که این اعدام‌ها رو متوقف بکنه. ممنون از همراهی شما با ما. خیلی ممنون. ابوذر سلجو رو همراهمون داریم در بخش گزارش ها. سلام ابوذر، گزارش امروز شما رو بشنویم. سهران، منم سلام میکنم به بینندگان برنامه آزادی زندانیان سیاسی. گزارش در مورد هفته کارزار جهانی علیه اعدام هست. هفته کارزار جهانی علیه اعدام در ایران از تاریخ 13 تا 20 ژانویه در 15 کشور و بیش از 43 شهر برگزار شد. در این کارزار جهانی از 100 گروه و حزب سیاسی و بیش از 800 کنشگر ایرانی علاوه بر برگزاری تجمعها در ارتباط با اعدامها در ایران با مقامهای این کشورها دیدار کردند. شهرهایی که روز شنبه 3 دی تظاهرات برگزار کردند در کشورهای مختلف از جمله در کشور سوئد، شهرهای استکهلم، گوتنبرگ، مالمو، بوروس، هلسینبوری، اوپسالا، شلفتیو. در کشور دانمارک شهر کوپنهاگ، در کشور استرالیا شهر سیدنی، در کشور امریکا شهر واشنگتن، در کشور هلند شهرهای فرمینگین، آمستردام، gegen Hinsichtung. در کشور آلمان شهرهای کل، اشتوتگارت، دارمشتاد، هانوفر، فرانکفورت. در کشور ایتالیا شهرهای میلان، روم، بولینا. در کشور انگلستان شهر لندن. در کشور بلژیک شهر بروکسل. در کشور فنلاند شهر هلسینکی، در کشور فرانسه شهر لیون، در کشور عراق شهر اربیل، در کشور کانادا شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، اتاوا، نیاگارا، در کشور یونان شهر آتن. ایرانیان ساکن 43 شهر از 15 کشور در جهان یک صدا مخالفت خود را علیه اعدام در ایران فریاد زدند و خواستار لغو اعدام و بچیده شدن دارهای اعدام شدند به امید لغو اعدام در کل جهان. اعدام یک مجازات شنیع، ضد انسانی و سیستماتیک دولتی هستش که باید به عنوان جرم شناخته بشه و جرم‌انگاری حکم اعدام قدم مهم و اساسی در انسانی کردن یک جامعه است. باید نقطه پایانی بر صدور احکام اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالفان اعدام و دستگاه اعدام و قتل حکومتی انسانها رو برای همیشه باید به زباله‌دان تاریخ بندازیم. میریم سراغ فرمیز از سرخط خبرها. سلام فرمیز،
آخرین خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رو از شما داشته باشیم. با سلام به شما سویلا و بینندگان برنامه آزادی زندانیان سیاسی. روز چهارشنبه 27 دیما سیروان سپهری شهروند ساکن بوکان توسط ماموران اداره اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. احضار سیامک صادقی چهرازی فعال صنفی به دادگاه وی توسط شعبه 113 دادگاه کیفری اهواز در تاریخ 9 اردیبهشت 1403 برای جلسه دادرسی به دادگاه فراخوانده شده است. گلاله وطندوست وکیل و از فعالین حقوق زنان در شهر مریوان به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی در شعبه دادگاه انقلاب سنندج به 6 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وحید چابران متهم سیاسی اهل آبدانان که در اعتراض به حکم 12 سال حبس خود در زندان اقدام به خودکشی کرده بود روز پنجشنبه 28 دیما از بیمارستان رازی ایلام به زندان این شهر بازگردانده شد. حسین حسین خانی توسط دادگاه کیفری عراق به اتهام نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردید. سامان یاسین خواننده رپ به دلیل ادامه اعتصاب دارو و محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. کوثر افتخاری یکی از دخترانی که در اعتراضات سال گذشته یک چشمش را از دست داد در صفحه اینستاگرام خود از دریافت احضاریه برای حضور در دادسرای اوین خبر داد. پرونده سازی مجدد برای محمود بهشتی لنگرودی وی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بار دیگر با اتهامات تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب با قرار کفالت به مبلغ 100 میلیون تومان آزاد شد. تداوم بیخبری مطلق از سرنوشت یاسین صبوری وی توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه بازداشت شد و تا کنون اطلاعی دقیقی از اتهامات انتصابی و محل نگهداری وی در دست نیست. فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی اهل سقز پس از 14 سال زندان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد و جان وی در خطر اعدام است. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از همراهی شما. اخبار و گزارشات خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه میکنید و همچنین از طریق راه ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم برای بهبود برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی برای شما بهترین را آرزو میکنم.